توفیق اینکه از محضر های تو بازنده که ما برداری برده باشیم نداشیم، چون در سنین توفولیت میدیم که ایشون از دور دنیا رفتن. ولی حالا یه خاطره ای فقط دارد کنم از مرحوم عبدی. مرحوم عبدی خیلی به ایشون ارادت داشتن و از مرید های پراپا قرصه مرحوم های تو بازنده که ما دودن بارا اونا گفتن اگر چند تا منبری تو اسفحان بودن که منبراشون از اول تا آخر مورد استفاده بود، یکشون آقای زندگی رو ماهی موقع اگر بودن که منبرای آقای طول زندگی رو ماهی بره هر تیم مثلا ما تو سمد توفولیت بودی برای ما تحریک بکرد. و دوتا خاطره ای از ایشون تو همین کتاب زندگیشون که زحمتشن خدای بروز باش کشیدن زندگی رو ماهی مرموم عربی و نام حکمت و حدید در ایام حیاتش نما آخر اونشون استادی مصاحبه به مادر رو بودن و دیگه تنظیم و بیرایشش زحمت چه بوده آتون روز بخش کشیدن. یه خاطره ایشون در دور سربازیشون میگن مرحوم علوی سربازیشون تو این پادگانه تو پونه بوده همیز فرما با دیگه بود چون با سواد بودن و خطشون خوش بوده اینا اون رئیس هنگی میاردشون توی دفتر رو به ماهی منشی اینا و ایشون هم از این فرصت استفاده میکنن همون زبا سدن جلسات قرآن و هر چیزی که نقد بود آقا از بحث های عقیده تو اون فضا استفاده کرد دهه 20 بعد سال 28 سرباشون 27 تا 29 گفتن سال 28 دانش آموزی بود که آقا تحصیل شده یا دیپلم گرفته و گرامون بده به سرباز این توده بود چون روز حزب توده تو اصفهان و کل کشور خیلی فعال بود و توده بود و از مارکسیسم و کمونیسم و اینا خلاصه دفاع میکرد و ماهی باش بحث میکردیم فایده نداشت. گفتیم گفت شما نمیتونید جواب بدید. گفتم خب پس بیان ببینم شیعه عالم عالم دین با اینکه این خیلی سرسخت آقا بود و بعد رفتیم برد میشیم شیعه هم هایتون در زنده کرمانی و ایشون گفتن سه ساعت وقت گذاشتن ایشون و دلوی جوان و به بحث در مورد مثلا اعتقالات دینی و اینکه خدا و اثبات موجود خدا و همیون. یکی هم مال انتخابات دور 16 مجلس بود که اون دوره 15 و 16 همه ده اون دوره آزادی نسبی بود و اون دوره ملی شدن سنت 7 مرمونت رو زندم. خب یکی از پیش دارگان این بحثه مرتبط ملی شدن سنت 7 بودم اون موقع فعال میشن این همجمع تبلیغات دینی به مهلاییت مرمونت رو در علامه و تصمیم میگیرم بالاخره یه سری علما رو بیارم به صحنه و کاندیدا کنم و یه سه چهار نفر رو کاندیدا میکنم از جمله مرحوم آیت الله سهری خدا رحمتش کنه سه جهان سهر مرحوم آیت الله سیدی علامه و مرحوم آیت الله زنده کرمانی اینا کاندیدا کنم دوره 16 و دفعه نگذاشتم تو اصفهان با نفوذی که رژیم پهلوی داشت که اینا رای دادن. چیزی که همیشه من تو ذهنم بود و ایشون گفتن از ویژگی‌های هر شبت که مرحوم زنده کرمانی اینی بود که ایشون همیشه جلوتر از زمان خودش حرکت میکرد. اینا هم بارها تو گوشم از اولی میشنیدم بودن مثلا از علمای اصفهان کسی که همیشه جلوتر از زمان خودش حرکت میکرد. یه ویژگی روشن فکر و بصیرتی که داشت استعمار ستیزی ایشون تو همین خاطراتشون بکنم تو همه چند هست که و میگن من آبادانه رو به چشم خودشون دیده بودن تحلیل که میگردن این انگلیس ها کارگره ایران هتون شرکت نفت ها اینا ایشون به نوانی یه بغضی همیشه فرو خورده در خودشون داشتن و به همین در خیلی رو بحث استعمار ستیزی و مبارزه با انگلیس ها بعدا نهایتش حمایت از همون شروع این احضرت امام سال 42 محصر بود و بعدا اون بحث مردم مهوری و مردم سالاری و این توجه به مردم و نهایتاً این بحث مشارکت مردم که حالا تو اقتصاد مطرح کردن که حالا چون به این دلیل دادن گفتن من حالا چند دقیقه فقط رو این بحثی پوست و نوک درز کنم زیاد وقت عزیزان رو نگیرم. من دیدم تو بعضی از صحبت هایی که ازشون نقد شده مثال هایی مثلا بزنم اگر هر کدوم مردم مثلا یا آج رو ندارن بیان میشه مثلا این بنا رو پا کردون مردم مصدقه بوده یا هر شبت که اگر هم مردم جمع بشن کار اقتصادی بکنم، کار تولیدی بکنم، مشکلات حل میشه. من میرم توی بازار که حرکت بکنم، همه یا فروشندن یا خریدارن یا میریم میبینیم مثلا تو نماز دارن مثلا دعا میکنن، مثلا عبادت میکنن و پس کی داره تولید بکنه؟ پس یعنی ما همه یه چیزا مبرد از خارج بیاد یعنی این عبارته ایشون بود یعنی دقیقه یه تولید داشتن و اینکه مثلا ما دور برای میریم همه مصرف کنن
خب این بحثی که حالا ایشون مطرح میکردن همیشه و اون چیزی که ایشون به نامه ایده‌های خودشون در آرمان‌های خودشون دنبال بودن و خب وقوع انقلاب اسلامی شرایط تحققش فراهم کرد. یعنی ایشون دیگه عمرش کفاف نداد که به چشم خودش پیروزی انقلاب اسلامی رو ببینه. این که حالا به همه اون آرمان‌ها رسیده یا نه اون بحث جای خودش رو داره. بالاخره انقلاب رو اصل اینکه یه رژیم واسه بیگانگان و تحت ولایت شیطان ثابت کرد و رژیمی تحت ولایت بلی فقیه حاکم کرد و بزرگترین خدمت را برای تحقق شرایط حضور امام زمان فراهم کرد. این بزرگترین دستاورد انقلاب. حالا تو بحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بالاخره مشکلاتی هست که اینا باید حل بشه. تو بحث علمی برشود که فناوری، صنعتی، بحث امنیت، آزادی و استقلال کشور را به دست آورده انقلاب رو همیشه آورده. اما اون دغدغه ای که ایشون داد، من خواهم بگم بعد از چهل و مثلا سه چهار پنج سال از انقلاب، این دغدغه هم واقعی، یعنی بحث مشارکت دادن هم تو اقتصاد چیزی که منادی شد رهبر انقلاب بود، منادی شد مقام از رهبری هستم. اما خب تو عمل ما هنوز به نظرم مشکل داریم برای این قضیه. یعنی یه بخش مشکل دیداری و تفکریه، یعنی هم بخشی از شرکت که افرادی که مسئولیت دارن رو تو نسل اولی که بعد از انقلاب اومدن سر کار به نسلی دو اون سه بود که حالا بخشی شد مثلا نسل جدید هم هستن، یه بخشی تفکریه سن از این یعنی تفکر مشارکت دادن مردم خیلی تو بحثای شرکت اقتصادی هم اونان یا نسل نسلی تفکری بیگانه یه مثلا کمونیستی هم که اونا اصلا نظام مالکیت مردم هستن نبودن، اما بحث مالکیت دولتی ها بودن و اصلا اعتمادشون نیست و این تفکر به نظر من همون هم باید انقلاب ها اصلا گذاشت مثلاش هست. به یه بخش هم حالا تفکر ناشی از بخشه که غرب و کمونیسم و اینا نباشه، چون اینا هم میشه گفتم کمونیسم هم یکی دست ها برای غرب فکر نکنی فقط بخشه که شهر و غرب تو بحث اروپای شرقی غربی تقسیم شده به همش اروپا، یعنی کمونیسم یکی از مولودهای استعمار غربی، ولی بخشیش تفکر به نظر من اونه و بخشیش هم دیدگاه هایی که خیلی باور به حضور مردم، یعنی حضور مردم یه حضور حد در غربیه. حالا اگه هم هست یه جای ضرورت هم بیاییم، اگه سرمایه گذاری هم میکنی شما ایدونه بداریم ما باش کار میکنی، شما چی کار داریم بیا سرمایه بزنیم تو بورس سری ما بیان یا سری صاحبی از سودش بده، ما بلد این کار کنیم. این تفکر این بمبومی ها رو ما برای افته متفاوته. این تفکر که ما اعتماد به حضور مردم